سلام عرض سلام، میکنم. سلام احوال علیه، شما خوب خوب هستی؟ هستید؟ سلامت با باشی. زحمت ها. من ولی سلام هم به دوستان بکنم، شما درخواست دارید سریع قبول کردم. سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان بیدار بورس. من گلاره کوالی هستم، امروز سوم فروردین ماه و یه لایوی داریم در خصوص بررسی چشمانداز 1401 با دکتر سعدمندی و جناب آقای دوانی که هیچ کدومشون احتیاج به معرفی بیشتر ندارن. اول من یک کلیتی از لایو رو بگم که قراره چه موضوعاتی رو بررسی کنیم. این میخوام یه نگاه کلی بندازیم به اتفاقهایی که توی اقتصاد و بورس توی سال 1400 افتاد. عموما سال خوبی برای اقتصاد، برای بورس نبود. تورم و نقدینگی دوبار رکورد زنی های عجیب غریبی داشتن. میخوایم به اونها بپردازیم، بعد داریم در سراغ مسئله ابهاماتی که روی اقتصاد و بازار داره تأثیر میذاره، مثل برجام. حالا چه برجام شدنش چه نشدنش داره بازار سرمایه‌مون رو و اقتصادمون رو تحت تأثیر قرار میده، که میخوایم این موضوع رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم، و بعدش هم بریم سر سراغ جنگ روسیه و اوکراین که حالا هم از نظر سیاسی هم از نظر بین المللی داره روی مسائل مربوط به ایران تأثیر گذار میشه. اینها رو هم بررسی بکنیم، در نهایت یک چشماندازی از بورس 1401 رو قراره، بورس و اقتصاد 1401 رو قراره که با هم مرور کنیم. بسیار موضوع رو اشاره کرده جوانی، من یه توضیح راجبش بدم. که شاخص بورس اول سال و آخر سال یکی بوده، خیلی از حالا کارشناسا اعتقاد دارن توی همین تایم که شاخص یکی بوده خیلی از سهم‌ها با ضررهای زیادی مواجه شدن، و حالا همونجور که شما گفتید حالا اسم دستوری رو میارن راجب این که چند تا سهم شاخص ها تونستن شاخص بورس رو بالا نگه دارن، ولی خب این هم مسئله ای هستش که مطرح میشه. یه موضوع دیگه آقای سعدمندی، خیلی از مشکلاتی که آقای دوانی بهش اشاره کرد رو ناشی از تحریم ها میدونن. حالا آقای دوانی هم گفتن که ما بهترین سال هامون سالهایی بوده که احتمالا نفت نداشتیم. میخوام از شما بپرسم که چقدر فکر میکنید الان که یک نور امیدی راجع به برجام دوباره تو دل ایرانی ها ریشه دوونده، فکر میکنید که چه تأثیری داشته باشه؟ اصلا اگر برجام انجام بشه، اگر برجام انجام نشه، چه تأثیری رو ما توی اقتصاد و بورسمون میبینیم؟ بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. از فرمایشات جناب دوانی هم استفاده کردیم. ببینید، ما یک سیاهی میتونیم داشته باشیم، یک لیستی یا فهرستی داشته باشیم از مشکلات اقتصاد ایران، و بعد بررسی کنیم ببینیم که به ترتیب اولویت کجا مثلا این سیاهه یا این فهرست کجا بیشترین تأثیر منفی رو مثلا در معیشت مردم داشته یا بر بازدهی شرکت ها داشته، مثلا بر بازدهی بازار سرمایه داشته. دقت می‌فرمایید، ما میتونیم اگر یک چنین تحلیلی داشته باشیم، در صدر لیست ما مسائل مربوط به تحریم قرار نمی‌گیرند. من عرضم این نیست که تحریم تأثیر منفی بر معیشت ما، بر اقتصاد ما نداشته، قطعا تأثیر منفی داشته، ولی عرض بنده این هست که ما یک سری موارد سوء مدیریت متاسفانه در اقتصاد کشور داریم، در سیاست گذاری های اقتصادی داریم، در طرز تلقی ما از اقتصاد، طرز تلقی عمومی ما از اقتصاد داریم، که اینها تأثیرش به مراتب مخربتر از تحریم بوده. دقیق میتونه، بنده هیچ نمیخوام تحریم رو تایید کنم، هیچ نمیخوام از کسانی که ما رو تحریم کردن هواداری کنم یا تایید کنم. قطعا جنایت هست تحریم. ما حتی من خاطرم هست، چون پدر بنده بیمار تومور مغزی داشتند، بعد یک دستگاه در واقع گاما نایف که در ایران بود به دلیل تحریم کار نمی کرد. دقیق میفرمایید، خیلی راحت، یعنی افراد میمیرند، افراد جونشون از دست میدن به خاطر تحریم. بنابراین تحریم مشکلات خیلی جدی برای اقتصاد ما به وجود آورده. علی ای حال، با این وجود من خدمت شما عرض میکنم که ما موارد سوء مدیریتی که در اقتصاد ایران داریم به مراتب آثار منفی بیشتری نسبت به تحریم داشته. دقیق میفرمایید، مثال خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما در تهران 8 یا 9 خط مترو داریم غیر اینه. این 8 یا 9 خط مترو رو حدوداً 30-35 سال طول کشیده تا ما این 8 تا 9 تا خط رو بکشیم دیگه. حالا خط 6 و 7 هم خیلی هاش افتتاح نشده، خیلی از ایستگاه افتتاح نشدن. خب ببینید، هر خط مترو در تهران یه چیز حدود 1 میلیارد دلار هزینه برمی داره.
ما یه خط راه آهنی داریم که در حال ساخت هست، خط راه آهن چابهار سرخس. این خط راه آهن یکی از مهمترین خط آهنها در دنیاست. ما یک کریدور مهم بین‌المللی داریم شمال جنوب که به دلیل فقط یه چیزی چند حدود 150 کیلومتر بین در واقع رشت و آستارا این خط به بهره‌برداری نرسیده. دقیق میفرمایید، حالا دقیق خط رو یادم نیست طولش چقدر بود، ولی فکر میکنم زیر 200 کیلومتر باشه. یعنی کل دنیا معطلن، از فنلاند، روسیه، شما بگیری روسیه سفید، لهستان، حالا الان جنگه ولی قبلا که جنگ نبوده، که همه اینها منتظرن این خط افتتاح بشه از مسیر ایران ترانزیت انجام بدن. 1000 میلیون تن تا اونجا که خاطرم هست 1000 میلیون تن در سال از کانال سوئز رد میشه، 10% شما میتونیم جذب کنیم. دقیقا این متوقف شده. حالا این خط آهن ها رو که اگر در نظر بگیریم، این خط آهن چابهار سرخس کلن 1 میلیارد دلار هزینه داره. خب ما اگر بخوایم سطح کیفی و کمی خطوط ریلیمون رو برای مقاصد حمل و نقلی، برای مقاصد باری به سطح کشور اول دنیا برسونیم، که به باور بنده کشور اول دنیا یکیش از نظر بنده کشور آلمان هست، چون از نظر اندازه و مقیاس و اینا به کشور ما میخوره، یکیش هم کشور ژاپن چون کشور کوهستانی است. ما اگر بخوایم به کشور ژاپن و کشور آلمان برسیم یه چیز حدود 60 میلیارد دلار هزینه داره. در 3 سال گذشته 65 میلیارد دلار ارز 4200 دادیم به ثمن بخش رفته، از بین رفته. این فقط 3 سالش بوده، 50 سالش رو چیکار کنیم؟ 50 سال این سیاست‌های مخرب ادامه داره. فقط 3 سالش این بوده. ما در عرض 3 سال میتونستیم خط آهن ایران رو به ژاپن برسونیم، به آلمان برسونیم، راغر باریش رو. خط آهن مسافری سری و سه که سرعت قطار 350 کیلومتر در ساعته، که واقعاً مورد نیاز کشور ماست، چون ما تحریم هوایی هم هستیم. اگر میگن تحریم مشکل داره، خب ما چرا نیومدیم خط آهن سری و سه رو از چین بگیریم احداث کنیم؟ چرا حتی یک خط رو که تعریف کرده بودیم بین اصفهان و تهران متاسفانه بهره‌برداری نکردیم؟ ما میتونستیم همین تهاتر نفتی که الان بحثش هست میتونستیم انجام بدیم. دقیق میفرمایید. خب ما این خط راه آهن فقط از اصفهان تا تهران اگر کشیده میشد، فاصله اصفهان تا تهران در عرض 1 ساعت و ربع 1 ساعت و نیم طی میشد. دقیق میفرمایید. مثل مترو پشت سر هم قطار میومد و همونجور مردم میرفتن بدید میخریدن، میرفتن رو قطار میشستن، یه چیزی صرف میکردن، رستوران داره قطار، یک چای می‌خوردم می‌رسیدم اصفهان. دقت می‌فرمایید، این باعث سوشال اینکلوژن می‌شد. این مشکلات آبی که ما داریم اگر اصفهان به تهران متصل شده بود یه مقدارش میتونست حل بشه. بالاخره اقتصاد به هم متصله. دقت می‌فرمایید، هیچ کاری ما در این اقتصاد انجام نمی‌دیم. منتظریم تحریم‌ها رفع بشه که چه شود؟ که ارز نفتی بیاد، باز ما 4200 راه بندازیم. دقت می‌فرمایید، مشکلات ما اولا خیلی پایه‌ای‌تر، خیلی ساده‌تره و خیلی در واقع مشکلات شدیدتر از اینه که اصلا بحث تحریم مطرح بشه. الان واقعا کسی نمیدونه این تحریم به نتیجه میرسه یا نمیرسه. بارها گفتن 48 ساعت دیگه امضا میشه. من مرددم. چرا مرددم؟ چون دلیل وجودی تحریم رو بنده مسئله هسته‌ای نمیدونم. دلیل وجودی تحریم قابلیت یک کشوری به نام کشور ایران هست در یک منطقه به نام سواحل خاورمیانه. دقت می‌فرمایید، یعنی یک منطقه بسیار عجیب غریبی که اصلا در دنیا نمونه دیگری نداره. من همین امروز داشتم بررسی جمعیتی انجام می‌دادم نسبت به وضعیتی که دنیا در سال 2050، 2075 و 2100 خواهد داشت. از نظر جمعیتی فقط 5 کشور ایران، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان، اینها روی همدیگه در سال 2050 یه چیزی حدود 750 میلیون نفر جمعیت خواهند داشت. دقت بفرمایید، در سال 2050 کشورهای چین، کشور هند و کشور چین با حدود 1.5 میلیارد نفر جمعیت کشورهای اول و دوم جهان هستند و کشور و منطقه سوم در جهان اگر یک همبستگی منطقه‌ای شکل بگیره همین کشور ایران و کشورهای اقماری ایران هستند. یعنی ایران میتونه از نظر جمعیتی، از نظر اندازه اقتصاد همراه پاکستان و افغانستان و ترکیه و عراق میتونه تبدیل بشه به سومین قدرت اقتصادی دنیا. در این حد مهمه و تنها کشوری که میتونه اینها رو به هم دیگه متصل کنه کشور ایران.
چرا؟ برای اینکه در ایران زبان ترکی صحبت میشه، حالا میگن که با لهجه آذری، ولی کاملا ارتباط خیلی تنگاتنگ با زبان ترکی استانبولی هم داره، با ترکیه آذربایجان هم رابطه خیلی نزدیک داریم. ما در کشورمون زبان قزاقی صحبت میکنیم، ما در کشورمون بلوچی صحبت میکنیم، ما در کشورمون عربی صحبت میکنیم. بنابراین ایران توانایی انسجام منطقه‌ای داره. اگر یک مقداری ما به این مسئله توجه داشته باشیم، ایران قابلیت نه فقط نه به تنهایی، ولی ایران به همراه همسایگانش قابلیت ابرقدرت شدن رو داره. دقت می‌فرمایید؟ این دلیل اصلی به نظر من تحریم هاست. و اینکه آیا لغو بشود یا نشود، بنده خیلی راحت خدمتتون عرض می‌کنم هیچ برداشتی ندارم، یعنی 50-50 از نظر بنده. دقت می‌فرمایید؟ ممکنه بشود، ممکن است نشود، ولی اگر بشود و اگر مجدداً پوپولیسم حاکم بشود، که من از اینها تحت عنوان پوپول ها یاد میکنم، اینها 50 سال این کشور ما رو شخم زدن و در کمال پررویی هم همیشه مناصب بالا رو هم در دست داشتن و هر کاری خواستن بر سر این اقتصاد آوردن، یک تصمیم گرفتن که ممکنه چند میلیون نفر بیکار بشن به همین راحتی. وقتی هم بخوای برخورد بکنی، فردی که دانا هست، فردی که دلسوز هست محکوم میشه، نه اون فرد پوپولیستی که اصلا یک سر سوزن دلسوزی بر این کشور نداره. دقت می‌فرمایید؟ این وضعیت کشور ماست متأسفانه. اگر که تحریم‌ها برداشته بشود، درآمد ارزی مجدداً صرف تزریق در اقتصاد بشه، چه به صورت ارز 4200، چه به صورت دخالت بانک مرکزی. شما خاطرتون از یه آقای بود به نام بزه که ایشون یکی از پولدارترین افراد ایران بود، بعدم رفت زندان، بعدم ایشون شغلشون این بوده در زمان سربازی ایشون راننده رئیس بانک مرکزی بودند. خب ایشون چه کار میکرد وقتی راننده رئیس بانک مرکزی بود؟ هر روز ببینید چه سیستم، واقعا این سیستم نه سنتیه نه صنعتیه، نه من نمیدونم چیه، یعنی واقعا چه در کشور ما گذشته. ایشون هر روز راننده رئیس بانک مرکزی بوده، پول دلار میدادن دستش، میبرده بازار استانبول، اسکناس دلار میداده به مردم. حالا معلوم است چطوری وقتی اسکناس رو میداده پول دار شده. دکتر همین کارو بعدن هم کردن تو ما که معلوم که دوباره بازم همین کارو میکردن، میدادن به یه نفر و من خدمتتون عرض میکنم مرکزی بوده. ببینید من خدمتتون عرض میکنم اگر تحریم ها برداشته بشه، باز قرار احتمالا همین کار انجام بشه. آخه توقفی نیست در این در واقع بلاهت های چند دهه گذشته. آخه این جور ثروت این کشور رو، این مردم بدبخت رو که ما عرض کردم خدمتتون. ببینید در دولت مهرورزی یک چیزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. عرض کردم برای اینکه ایران از نظر حمل و نقل می‌خواست به کشور ژاپن و آلمان برسه، حمل و نقل باری 60 70 میلیارد دلار احتیاج داشت، حدود 60 میلیارد دلار. ایران اگر قرار بود کل کشور ایران رو مثل چین، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل اسپانیا، که من خودم در اسپانیا رفتم بررسی کردم این سیستم های قطار رو، امریکا اصلا نداره، اگر قرار بود در ایران مثل ژاپن و چین و اسپانیا و یک حد در ایتالیا هست، اسپانیا و فرانسه، اگر قرار بود ایران به سیستم راه آهن پرسرعت در واقع مجهز بشه که بسیار برای اندازه کشور ما و برای اندازه جمعیت ما بسیار مناسبه، یه چیز حدود 200 میلیارد دلار هزینه داشت. دقیق میفرمایید؟ ما اگر قرار بود کل کشورمون رو از نظر سرعت اینترنت اول بشیم در جهان، قطعاً زیر 5 میلیارد دلار هزینه داشت. از نظر اینترنت بشیم اول، الان امارات اول مثلا اینترنت پرسرعتش اوله، اگر ایران قرار بود مثل امارات بشه یه چیزی بوده پنج، شما میگید نه 100 میلیارد دلار، اینا همه رو هم دیگه جمع کنید، ما از همه این زمین‌ها قرار بود کشور اول دنیا بشیم. خب خزینه‌اش کمتر از 750 میلیارد دلاری بود که در اون دولت ما از بین بردیم. در دولت تدبیر و امید، اسم شما ببینید تدبیر و امید، دقیقاً سیاست‌های دولت مهرورزی در زمینه ارزی تکرار شده. خب تحریم شدیم، 750 قیمت نفتم پایین اومده، 750 میلیارد دلار به هدر ندادیم، 500 میلیارد دلار به هدر دادیم. اساس اینه که ما داریم هدر میدیم. اصلا سوال برجام یه سوال فرعیه، سوال اصلی اینه که ما منابع اونو داریم به شدت به هدر میدیم. ما ارز پاشی میکنیم، پول پاشی میکنیم و باعث بیماری هلندی میشیم، باعث تورم در اقتصاد میشیم. حالا که میگیم حذفش کنید، الان خود بنده که 7 ساله از زمانی که من خارج از کشور بودم تا الان که داخل کشور هستم، 7 سال من دارم میگم آقا راهکار اینه تفکیک بودجه ارزی از ریالی. بازم شما ملاحظه بفرمایید آقای رئیس مجلس نوشتن که ما میخوایم
بودجه درآمد نفتی رو از بودجه جاری جدا کنیم. خب تو که داری بازم نفت رو میدی به بانک مرکزی پایپولی ایجاد میکنی. خب این که بازم همون بساطه. ما یک زمانی گفتیم بودجه سال 1400 بودجه خوبی نیست. بودجه سال 1401 رو در اتحاد بین مجلس و دولت دقیقاً مثل بودجه سال 1400 بستن که بالاترین تورم ایران رو در سطح 40% داشته. یک سال سال 74 یا 75 بود که یک تورم 50-49% ما داشتیم. وگرنه این رکوردی که تورم‌های بالا مرتب سالیان متعدد تکرار بشه اصلا ما نداشتیم در اقتصادمون. بنابراین سوال برجام رو اجازه بدید ازش بگذریم. سپاسگزارم. من از صحبت هر دو تا عزیز متوجه شدم اینه که درسته که حالا تحریم ها میتونه تاثیر گذار باشه، ولی ما مشکلات بزرگتری داریم. مثلا منابعی که قرار تحریم بیاره در مقابل مشکلات بزرگتری که داریم انگار چیزی نیستش. حالا اون استراتژی ها و تصمیم گیری های دولت شرط هستش. یکی از این تصمیم گیری های دولت رو میتونیم بودجه بدونیم. حالا آقای سعدوندی بهش اشاره کرد که بودجه 1401 احتمالاً بیشترین تورم رو داره اگر درست متوجه شده باشم. آقای سعدوندی چه قسمتی از بودجه نظر شما رو جلب کرده و به نظرتون میتونه تورم رو از چیزی که این امسال ما دیدیم و توی دیماه اگر خاطرم باشه رپورت رو زد و دوباره تورم رو بالای 40% برد، بکنم بهمن ماه ما 43% حدوداً تورم داشتیم، چی توی 1400 توی بودجه 1401 هست که قرار تورم رو از این بالاتر ببره؟ بله ببینید، برخی از مباحث اقتصادی فرد آگاه اصلا واردش نمیشه. مثلا امروز قیمت اوره شده 1000 دلار. هفته پیش از من میپرسیدید، من به بعضی هم عرض کردم قیمت اوره 1000 دلار خواهد شد، یا دو هفته پیش. اما اینکه این 1000 دلار سال بعد چه میشود، بازارها کارا هستن. باید ببینیم مکانیزم بازار چگونه عمل میکنه، باید ببینیم جنگ اوکراین به کجا میرسه، باید ببینیم وضعیت در واقع بازار پتروشیمی چگونه خواهد بود. بنابراین فردی که آگاه هست این مسائل وارد نمیشه. اما یک جایی هست که شما میتونید با دقت بسیار خوبی پیش بینی کنید. اونم وقتی هست که شما مثلا قانون بودجه رو دارید تحلیل میکنید. چه عرض کردم؟ عرض نکردم بودجه، عرض کردم قانون بودجه. ببینید فاجعه ای که در سال 1400 اتفاق افتاده این هست که ایجاد تورم در ایران به قانون تبدیل شد و همون عزیزی که این کارو کرده، یعنی تورم رو در ایران به قانون تبدیل کرده و رفته مجلس تصویب شده و نهاد نظارتی بر مجلس هم تایید کرده، اون فرد از دولت تدبیرالامید، از دولت مهرورزی وارد دولت تدبیرالامید شده بوده، از دولت تدبیرالامید الان وارد دولت جدید شده. یعنی کسانی که بودجه رو تنظیم می‌کردن همون افرادن. دقیق می‌فرمایید. خب قانون بود در سال 1400 سال گذشته ایجاد تورم وظیفه قانونی بانک مرکزی و دولت بوده. کسری بودجه تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت تصویب کردند که قانون بشود تورم، نه فقط تورم، افزایش تورم از یه چیزی حدود 30% به حدود 40%، این رو اومدن تصویب کردند. همکاری دولت و مجلس بوده، دولت تدبیر و امید با همکاری مجلس انقلابی همه با هم در یک بزمی شرکت داشتن که قانون رو متاسفانه اینجوری تصویب کنند. من تنها کسی بودم که تا لحظه آخر مقاومت کردم و آگاه سازی انجام دادم و هشدار دادم. در بودجه سال 1401 متاسفانه قبح این قضیه ریخته. بودجه‌ای که دولت پیشنهاد بودجه‌ای که دولت به مجلس داد تقریبا متعادل بود. بنابراین من پیش بینیم این بود که تورم ادامه خواهد داشت، ولی یک چیزی بین مثلا 20-30% ما تورم خواهیم داشت. البته شما میتونه قیمت ارز رو کاهش بدی، رکود در اقتصاد به وجود بیاری. در سال 1401 میشه تورم رسون 15%، منتها فنر تورمی ایجاد میکنی. این حماقتی که ما 50 سال از قبل از انقلاب هم شروع کردیم که بیام قیمت ارز رو تثبیت کنیم از اون طرف تورم داشته باشیم، همین رو در زمینه تورم هم از سال 95 شروع کردیم. یعنی ما الان دو تا فنر مخرب در اقتصاد ایران داریم، فنر ارزی و فنر تورمی. پس بنابراین ممکنه دوستان نگن چطور مثلا سال بعد تورم شده مثلا 20%. بله میشه کرد تورم رو 20% با ایجاد رکود، با تخریب بیشتر اقتصاد، بنیای اقتصاد. آقای دکتر، آقای طبیبی زاده کرد 9%، همه هم خوشحال بودن دیگه، همین کار کردن.
بله بله آقای طیب نیا. بله آقای طیب نیا اصلا سیاست های فرمودن کردن. سیاست من که بالاخره تخصصم همین مسائل سیاست گذاری بودجه و بانکداری هست، من خیلی سعی کردم و همون زمان هشدار دادم، اصلا صدایی شنیده نمی‌شد. یک تبختر و تفرعنی متاسفانه حاکم بود که اصلا نمی‌خواستن بشنون. و البته خب بالاخره ایشون اون زمان تجربه داشتن، الان هم که در دولت جدید حضور دارند، البته پشت صحنه، امیدوارم که همون شرایط تکرار نشود. اما اتفاقی که افتاده این هست، بالاخره بودجه‌ای که امسال دولت پیشنهاد کرد به مجلس یک بودجه تقریبا متعادلی بود، ولی مجلس کاری که کرد اصلا فاجعه‌ای بود، اصلا به نظر من نمی‌شد اینو تایید کرد، یعنی به مانع قانون اساسی برمی‌خورد. یعنی بودجه دولت نبوده که مجلس جرح و تعدیل کرده، بلکه یک بودجه جدیدی به وجود آمد. دقت بفرمایید که کلیه درآمدهای ارزی که در اختیار دولت یا صندوق توسعه ملی قرار می‌گیره، در نهایت از طریق بانک مرکزی تبدیل به ریال میشه، نه ریال معمولی که من و شما استفاده میکنیم، تبدیل به پایه پولی یا پول پرقدرت میشه. دقت میفرمایید کل درآمد ارزی دولت وقتی شرایط این چنین هست و کل برداشت هایی که از صندوق توسعه ملی صورت میگیره، چه توسط دولت چه وام داده میشه به بخش خصوصی، همه اینها یعنی استقراض مستقیم از بانک مرکزی، معادل استقراض مستقیم از بانک مرکزی. و این قضیه در بودجه سال بعد به شدت تشدید شده، منابع درآمدی شناسایی شده توسط مجلس که اصلا اینها موهومی است. دقت می‌فرمایید و وضع بودجه سال بعد متاسفانه معادل، یعنی بودجه سال 1401 و بودجه سال 1400 همخوانی خیلی زیادی دارن، معادل هم هستند. حالا اگر که فنر ارزی رو سعی کنند از این در واقع اهرم ارزی استفاده کنن یا از لنگر ارزی استفاده کنن، میتونن به صورت مصنوعی و موقت انتظارات تورمی رو کنترل کنن. تورم ارز کردم ممکنه زیر 20% هم بتونن بیارن، وقتی اگر درآمد ارزی حاصل از برجام باشه، یا حتی اگر درآمد ارزی برجام هم نباشه، همین شرایط ارزی که سال 1400 داشتیم شرایط بسیار خوبی بوده. اینو من خدمتتون عرض کنم، ما 50 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی داشتیم، ولی خب اینم به باد دادیم دیگه. و همین سیاست ها به جای این که روی زیر ساخت ها تاکید بشه، البته من تاکید کنم یک کار خوبی هم داره اتفاق میفته. شعار سال پیش که مانع زدایی بود خیلی مهم بود از نظر علم اقتصاد، دقت میفرمایید، ولی افراد نپذیرفتن، جامعه کمک نکرد، نپذیرفت. من تنها اقتصاددانی بودم که این قضیه رو دنبال کردم، یعنی شعار سال رو دنبال کردم، بقیه ماشاءالله برای خودشون روی سربرکا نوشتند و روی میدونم تقویم چاپ کردند و بعدم مانع گذاری کردن به جای مانع زدایی. سالم تموم شد ماشاءالله وزیر و وکیل شدن دیگه. دقت میفرمایید، البته دفتر تحصیل کسب و کار وزارت اقتصاد واقعا باید تشکر کنم، هم از فرد قبلی هم از فرد جدیدی که خیلی زحمت بیشتری کشید. امسال هم که گفتند اقتصاد دانش بنیان، بنده بسیار استقبال میکنم. اقتصاد دانش بنیان احتیاج به دانشمند داره، ما باید دانشمندا رو برگردونیم به کشور، ما باید جلوی خروج نخبگان رو بگیریم، باید نخبگان رو جذب کنیم، اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم، نخبگان بیان اشتغال ایجاد کنن. دقت میفرمایید، بنابراین این شعارها رو اگر مردم جدی می‌گرفتن، اگر پشت این شعارها می‌ایستادن، خیلی به نفع مردم بود. من امیدوارم که امسال این اتفاق بیفته، یعنی ما این اقتصاد دانش بنیان رو شکل بدیم. نه دیگه، ببینید مطالبات مردم، هر وقت مطالبه عمومی در کشورمون داشتیم انجام شده. دقت می‌فرمایید، مطالبه عمومی وقتی همه متحد بشن کار جلو میره. ما متأسفانه فرمودن در زمینه فرهنگ، ببینید ما بنای توسعه فعلا در کشورمون نداریم، این واقعیته، بپذیرید. حالا به هر دلیلی، شاید ناامیدیم، هر چی، من کار ندارم به این قضیه. من میبینم که کشور ایران در دهه 1360، 1370، 1340، 1380 مردم ایران بنای توسعه داشتن. الان نمیبینم این رو، شاید مایوس شدن. 10 ساله که نرخ تشکیل سرمایه، نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، 3 ساله که خالص تشکیل سرمایه منفیه. فاجعه است، در اتحاد جماهیر شوروی این اتفاق افتاده. اینها شوخی نیست، ما باید همه مردم مواظب باشن، نگران باشن. اون چیزی که در مورد آب اتفاق میفته مردم نگران نیستن، اصلا انگار نه انگار. در مورد زباله اتفاق میفته انگار نه انگار. در مورد بانک ها اتفاق میفته، وضعیت ترازنامه بانک ها رو نگاه کنید،
آخه چه فاجعه ای که اتفاق افتاده در این کشور در مورد بیمه اتفاق افتاده، بدتر از همه بازار سرمایه. خب بازار سرمایه ما اگر که واقعا همه با هم دست به دست هم میدادیم، اصلاحات جدی صورت میگرفت به جای اصلاحات آرایشی بهداشتی، اگر اصلاحات جدی صورت میگرفت، ما اقلا این بازار سرمایه خودمون رو نجات میدادیم. یعنی فعالان دیگه بخش خصوصی هستند، خیلی هاشون تو بازار سرمایه میتونن قدرت خودشون رو اعمال کنند. خب یک سری تقاضایی دارن که اصلا نمیدونم واقعا چی بگم. یه وقتی احساس شرمساری میکنم. الان آمار صد شرکت برتر ایران در اومده، بزرگترین شرکت صد شرکت برتر ایران که خلیج فارس باشه، نصف بزرگترین شرکت بازار ترکیه است. بله. کوچکترین شرکت بازار اونم دقیقا نصف اونا. ببین آخه دقت بفرمایید. ایران مقایسه کردن. بازدهی دارایی در شرکت‌های ترکیه‌ای حدود 70%، در ایران حدود 25%. بله. این معنیش اینه که به علتی که مردم بی اعتماد شدن، بی تفاوت شدن، بالایا هر کار دلش می‌خواد میتونن بکنن. چون مطالبه صورت نمیگیره. یا وقتی هم صورت میگیره خود برخورد. ببینید من این جالبه بدونید که بزرگتر 2000 شرکت برتر جهان کسی که میخواد بره توش باید 8 میلیارد درآمد داشته باشه، تو 500 شرکت برتر جهان 15 تا. حتی ما شرکت ایرانی نداریم. شما ببینید چه فاجعه‌ای در پتروشیمی اتفاق افتاده. بغل دست اون عربستان میگیم اینا بلد نیستن، عربن اصلا حالیشون نیست. اونا سابیکو دارن که الان یه غول پتروشیمی دنیاست. ما اومدیم این پی سی رو تیکه تیکه کردیم. یعنی در هر شهری حتی بغل صد مهاباد که چهارمین شهر جهانه که صد تو شهره پتروشیمی ساختیم، فضولات رو میدیدیم تو صد. بعد به یارو هم گفتیم پدر پتروشیمی. این اگه هر جای دیگه بود محاکمش میکردن. چرا؟ چون میخواستن حق حساب بگیرن، پرسان بگیرن برای لایسنس. کجای دنیا این تعداد پتروشیمی داره که ما داریم؟ حالا این غیر از مجوزایی که آقایون گرفتن. ببینید اون دیگه ببینید اگر بخوایم به ریشه برسیم، من چون در جریان این قضیه بودم، یک زمانی میخواستند خط لوله اتیلن بکشن، این واقعا یک فاجعه ای بود، ولی مجبور شد. یعنی دولت خودش، البته آقای زنگنم بی چیز نبود، یعنی میدید یه کار پوپولیستی میگفت انجام بدیم دیگه، دقیق میفرمایید. و اون زمان من خیلی نگران این قضیه بودم که آقا خط اتیلن بکشیم ببریم مثلا پتروشیمی ایجاد کنیم در مهابات. اما میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، برداشت مردم این شهرها این بوده که این به نفعشونه متاسفانه. خب آقای نماینده فشار آوردن، درست نماینده رفته لابی کرده در مجلس. این فاجعه یه فاجعه بالاتری است. یعنی ببینید، یعنی ما ببینید ما در سطح جامعه هم تلاشی برای پیشرفت متاسفانه نداریم. دقیق می‌فهمم این تلاش برای پیشرفت اگر صورت بگیره وضعیت خیلی تغییر میکنه. اگر مردم اونجا تظاهرات میکردن میگفتن صدمون رو نمیخوایم از بین ببرین، من دیدم صد مهاباد رو، دقت میفرمایید. اصلا یک چیزی الان که عیده باید تعداد زیادی از مردم برن مهاباد ببینن واقعا چقدر واقعا با صفاست و چه منظره جالبی داره. خب ما اینو از بین میبریم. البته من نمیدونم آیا فضولات این پتروشیمی در صد تخلیه میشه یا نه، ولی به هر حال این کار قطعا کار اشتباهی بود که ما خط لوله بکشیم مثلا در شهرهای کوچک کشور پتروشیمی ایجاد کنیم. البته اینم خدمتتون عرض کنم، ناامیدن مردم، چون که مثلا خط آهن کسی مطالبه خط آهن نداره. دقیق می‌فرمایید، یعنی دید توسعه‌ای در کشور وجود نداره متأسفانه. یک جنبندی از وضعیت حالا همه صحبتایی که شما فرمودید آقای دوانی بهشون اشاره کردن راجع به اقتصاد سال 1401 و حالا بورس 1401 به طور خاص. ما در خدمت بله از فرمایشات جناب دوانی استفاده کردیم. خیلی سپاسگزارم. در مورد 1401 خب عرض کردم که 1401 با 1400 به نظر نمی‌رسه تفاوت جدی داشته باشه. مگر اینکه به برجام برگردیم. اگر که تنها مسئله برجام هم این هست، ما برجام برگردیم که سرمایه‌گذار خارجی نخواهیم داشت. بعدم کشوری که از بیماری هلندی 50 سال رنج برده اصلا به ارز خارجی احتیاج نداره که به این دلیل سرمایه‌گذار خارجی داشته باشیم. دقت می‌فرمایید، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی میتونه برای کشور ما خیلی مفید باشه اگر انتقال تکنولوژی صورت بگیره. بعدم من خودم چون یک درسی میدادم در دانشگاه ولنگونگ به نام اینترنشنال فایننس، اونجا ما در واقع نحوه تصمیم گیری شرکت های
MNC رو مطرح میکردیم، مولتی نشنال کامپنیز یا شرکت های چند ملیتی، اونجا ما درس میدادیم اینا رو. و یکی از مسائل این بود که شما در کشوری سرمایه گذاری نکنید که توان مهندسی داشته باشن برای کپی کاری. بنابراین ما کشور هدف سرمایه گذاری خارجی نیستیم، خیالتون راحت کنید. ما کشور هدف سرمایه گذاری خارجی به خصوص در زمینه های تک نیستیم. اینها واقعیت هاست. حالا میتونیم تغییر بدیم، مثلا ما چند صد هزار مهندس داریم، همه رو اعدام کنیم یا همه رو بفرستیم خارج که مثلا چه شرایطی پیش بیاد که اونها حاضر بشن. کشور برای سرمایه گذاری خارجی ویتنام بسیار مناسبه برای سرمایه گذاری خارجی. دقیقا فرمه چین، چرا چین مناسبه؟ میدونه تویوتا چیز که میره اونجا، بی ام و که میره اونجا، بی ام دبلیو این که میره اونجا، خبر داره که بعد از چند سال از روی خودروی خودش اینا کپی کاری خواهند کرد. منتها اینقدر سایز جمعیتیش بزرگه، اینقدر بازار بزرگه که میگه من 7 سال تو این بازار بمونم، 10 سال در این بازار بمونم، این 10 سال برد خودم رو کردم. برای همین زیمنس هم حاضر تکنولوژی قطار پرسرعت رو در اختیار چین قرار بده. فقط میفرمایید وضعیت کشور ما یک وضعیت خاصیه. ببینید من خیلی، بله، من اگر که الان در مثلا آمریکا بودم یه جوری که صحبت میکردم. چرا؟ برای اینکه مشکل امنیتی نداره آمریکا. From sea to the sea، دقت میکنید، از دریا تا دریای کشور. خب آفرین به founding fathers، آفرین به کسانی که این کشور رو اومدن متحد کردن. این خاورمیانه ما میتونست 200 سال پیش 300 سال پیش متحد بشه. صفویه با عثمانی اگر جنگ نمی‌کردن متحد می‌شدن، الان هنوز باقی بودند. دقیق می‌فرمایید. ولی خب بالاخره ببینید ما وسط سواری خاورمیانه هستیم. یه ذره یعنی اشتباه بکنیم رفتیم متاسفانه. ببینید واقعیت الان شما ببینید چقدر این تعادل بین روسیه و اوکراین چقدر شکننده بود. کسی باور می‌کرد؟ اگر فردی من اتفاقا جناب دوانی خیلی خوشم اومد اونجا که در مورد گفتن که کشور ایران مثل اوکراینه. من بارها و بارها اینو مثال زده بودم که آقا ایران تبدیل به اوکراین میشود. قبل از جنگا، اصلا قبل از جنگ خیلی اوکراین نمیشناختن، ولی بنده سالهاست دارم این قضیه رو مطرح میکنم. ببینید اوکراین بهترین خاک دنیا رو داره، بهترین امکانات دنیا رو اوکراین داره، مثل ایران. یعنی مگر چند تا کشور داریم اینجوری؟ مثلا یکیش آرژانتینه، یک کشور فاجعه اصلا در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی مشکل جدی، یکیش اوکراینه، یکیش ایرانه، اینا مثل یکیش امریکاست. دقت میکنید اینا کشورها هستن که منابع طبیعی خیلی غنی دارن، یکیش چینه. مگر چند تا کشور اینجوری ما در دنیا داریم؟ شاید 10 تا. روی هم اگر بسنجیم شاید 10 تا کشور باشن متمایزند، منابع طبیعی بالا، مثل استرالیا. دقیقا میکنن منابع طبیعی بالا دارن، ولی ما ببینید اصلا متاسفانه از این منابع به درستی استفاده نکردیم. من وقتی جنگ شروع شد بلافاصله رفتم مسئله جمعیتی رو بررسی کردم اوکراین. از 10 تا شهر اول، 9 شهر یعنی بجز کیف، 9 تا شهر دیگر اوکراین سالیان سالی که مهاجرت دارن، سالیان سالی که رشد جمعیت منفیه. الان وضعیت جمعیتی ایران یکی از بهترین هاست در دنیا، ولی خدای نکرده 20 سال دیگه 30 سال دیگه همین شرط اوکراین به وجود میاد. دقیق میفرمایید. یعنی این اوکراین یک طوری بود که وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، یکی از نمایندگان مجلس که خیلی هم آشنا بود به مسائل بین الملل، ایشون من یادم داشته سنتی شریف بودم، ایشون اومد سخنرانی کرد اونجا، گفت آقا ما اصلا این شانسی آوردیم، اصلا نمیدونم از کجا این شانس آوردیم، یک کوری بودیم در یک اتاق تاریک، دستمون رو دراز کردیم، دستمون رفت دو دست یکی، بعد فهمیدیم این کشور اسمش اوکراینه. این انقدر منابع داره، انقدر صنعت داره. اگر خاطرتون باشه ما با اوکراین رفتیم قرارداد بستیم که هواپیما تولید کنیم در کشورمون. شاید خاطرتون نیست ولی قرار ما هواپیما تولید کردیم، هواپیما سقوط کرد. دقت میفرمایید. یعنی اوکراینی که یه زمانی هواپیما می‌خریدیم پس می‌دادن تو زرورق یه نوبه بهمون میدادن. یعنی این کشوری بوده، ببینید یه کشوری بوده هواپیما تولید می‌کرد، سومین قدرت اتمی دنیا بود. دقت می‌فرمایید. حساسیت نسبت به فساد در این کشور از بین رفت، حساسیت که به فساد از بین رفت، حساسیت که به رانت پاشی از بین رفت. الان ببینید همین برخوردهایی که با بنده در طی یک سال گذشته شد، یک قسمتش دوستان بورسی بودند. خب بنده حرفی هم نزدم، من ماه تیر نوشتم به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. آقای عزیز شما که اعلام کردی که نبمانید در بازار، خب شما اشتباه کردید، بپذیرید. در مورد ارز 4200 بوده، خب مردم مثلا دنبال اینن که آقا ارز 4200 بگیریم، نمیدونن که با سه سال درآمد ارز 4200 میتونه کل کشور رو متفاوت کنه.
میتونه یک کشور پیشرفته بسازه انقدر این منابع زیاده و سنگینه، ولی همه رو هدر میدید. دقیقا فرمان یکی دیگه حداقل حقوق بوده. من فقط اینو بگم، من تموم میکنم الان و بعد دیگه در خدمت شما هست. یکی دیگه حداقل حقوق بوده. خب حداقل حقوق شما برید صحبت، یک کار کاملا پوپولیستی، 57% حقوق رشد دادیم. بعد دقیقا همون جملاتی که فعالان بورسی برای بنده نوشتن، کارگران محترم برای بنده نوشتن، نوشته بودن که شما دشمنید با بازار سرمایه چیه؟ شما چرا دشمن بازار سرمایه هستید؟ بابا والله ما به نفع بازار سرمایه میخوایم کار بکنیم. اگر دشمنید بازار سرمایه داشت، اون وزیر اقتصادی بود که همه ازش حمایت کردید که کارو به اینجا رسوند. دقت می‌فرمایید؟ اگر ما میگیم که آقا حداقل حقوق 57% افزایش نده، نگران اخراج کارگر ساده هستیم. دقت می‌فرمایید؟ وگرنه مگر ما بخیل هستیم؟ از جیب بندم که نمیره که، من یک اقتصاددانی هستم در منزل، از جیب من که نمیره، من که کارفرما نیستم که. من اگر دلسوزی دارم میکنم، برای این کارگری دارم دلسوزی میکنم که با این شعارهای پوپولیستی مدت هاست ما داریم بازی میدیم کارگرا رو. دقت میکنم این شعارهای تعزیراتی که بسیاری از مردم ما دنبالش هستن، این شعارهای چپی که ما 50 ساله در کشورمون، من معتقدم حالا شما کره جنوبی و ببخشید کره شمالی و کوبا رو بذارید کنار، واقعا اندیشه چپ در کشور ما انقدر اقتدار داره که در هیچ کشوری نداره و کاملا هم در تعارض با اندیشه اسلامیه. ما میگیم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، آقا این سیاست اقتصادی که اصلا اسلامی هم نیستن. تو که بیای بزرگترین کازینوی دنیا رو به وجود بیاری، کازینوی ملی به وجود بیاری، 100 میلیارد دلار مردم برن تو صف وایسن که آیا برنده بشن یا برنده نشن. جناب دوانی الان در دنیای مدرن هستن، آیا شما دیدید 100 میلیارد دلار کازینو آخه داریم؟ ما ایجاد کردیم در کشورمون، هیچ کس مخالفت نمی‌کنه، فعال بازار سرمایه مخالفت نمی‌کنه، نمیدونم خریدار خودرو مخالفت نمی‌کنه، کارمند کارخانه خودروسازی شما نداره، ما میپذیریم. نه ناراحت نیستن، افتخار بنده است، نگران نشو. نه افتخار بنده است و افتخار شما باید باشه. بالاخره من انتقادی که دارم به اقتصاددانان، به اندیشمندان، به پرهیختگان، چرا روشن رو در واقع شفاف سازی نمی کنن، چرا تجربیاتشون رو برای مردم توضیح نمیدن. فرد میره خارج از کشور درس میخونه، برمیگرده طرفدار میشه، طرفدار قیمت گذاری و تعزیرات میشه. چرا؟ برای اینکه داره سوء استفاده میکنه، برای اینکه داره ماهیگیری میکنه. دقت میفرمایید؟ برای اینکه داره اون پوپولیسم رو میاد تزریق میکنه، میاد شروع میکنه توجیه کردن سیاست های نادرستی که وجود داره. باید ما با مردممون صادق باشیم. مسئله که وجود داره این هست که وقتی این شما دارید میرید روی سرش بنگاه های خاص رانتیری که اینها رانت میگیرن، ارز میگیرن، نمیدونم انرژی ارزون میگیرن. مشکل من کجاست؟ مشکل من اینجاست که اون کارخونه ها اصلا به مینیمم دستمزد، مینیمم در واقع حداقل دستمزد کاری ندارن. اشتغال کشور در شرکت های کوچک و متوسطه در هر کشور دنیا اینطوره، حتی در امریکا، یعنی بزرگترین شرکت های دنیا در امریکا هستند. بازم شما ببینید وقتی که میخوان که نرخ بیکاری رو میخوان کاهش بدن، روی شرکت های کوچک و متوسط، small and medium enterprises، SME، روی SME میرن تاکید میکنن. دقیق میفهمید؟ این مینیموم دستمزد این SME ها رو مخصوصا در ایران دچار مشکل میکنه. اینها نه رانت دارند، نه حمایت دارند، اینها فقط بدبختی دارند. اینها اصلا کدوم کشور دنیا میاد از یک مثلا بنگاه 3 نفره، 5 نفره، 10 نفره میاد مالیات میگیره؟ ببینید مسئله که داره اتفاق میفته، من نمیگم که به کارگر حقوق ندهند. کارگران اتفاقا بالاتر از حداقل دستمزد در بسیاری از کارگاه ایران دریافت میکنند. مسئله اونجاست، اون بنگاهی که داره حداقل دستمزد میده در شرایطی الان در اقتصاد ایران که بسیار شکننده است، اون بنگاه الان ورشکستگی میکنه، کارگراش اخراج میکنه. اگرم بخواد کارگری نگه داره، کارگر ماهر رو نگه میداره. درآمد کارگر ماهر رو 30% افزایش میدی، درآمد کارگر ساده رو 57% افزایش میدی. دقت میفرم؟ اینا فاجعه برای اقتصاد ایران. حالا اجازه بفرمایید 6 ماه دیگه میبینیم دیگه. ببینید جناب دوانی، ما هر اشتباهی رو در اقتصاد ایران خودمون آزمایش کردیم. ما بزرگترین آزمایشگاه نظریات ورشکسته اقتصادی دنیا هستیم.
هر اشتباهی رو ما انجام دادیم. ما فقط ابر تورم نداشتیم مثل ونزوئلا، الان هم سال هاست دارن تلاش میکنن که ما ابر تورم برسیم و نمیرسیم. دقت میفرمایید، خیلی باید مواظب باشیم روی اتخاذ یک چنین سیاست هایی. دقیقا اینها خیلی میتونه تأثیرات مخرب بگذاره و بنده کاملا نگران هستم. ببخشید موافق نیستم که حداقل دستمزد مسئله ساده‌ایه، به نظر من بسیار بسیار مسئله مهمیه. البته موضوع بحثم نبود، ارادت اجازه میفرمایید. سازمندی بودن که با توجه به اقتصاد ما کارفرماهای کوچیک، شرکت‌های کوچیک توان پرداخت ندارن و احتمالاً با تعدیل نیرو مواجه میشن و ما به جای اینکه به اون کارگر کمک کنیم که با تورم دست و پنجه نرم کنه با این افزایش حقوقش، یهو داریم همون حقوق پایه رو ازش میگیریم با تعدیل شدنش. و حالا نظر شما هم در باید استراتژی های تولید جوری باشه که کارفرما بتونه این حقوق رو بده، ولی وقتی ما هنوز اون استراتژی رو نداریم، هنوز اون ساختار رو نداریم، اجرایی شدن همچین موضوعی میتونه به تعدیل بشه. ببینید، تایید صحبت شما عرض کنم، دنیا داره میره همون که در مورد کانادا فرمودید، اینو از ما اقتباس کردند. دقت میفرمایید، یعنی یونیورسال بیسیک اینکام در امریکا در کانادا الان بحث اصلی حمایتی هست. این همون یارانه نقدی بود که ما دادیم، منتها ما متوقفش کردیم، تخریبش کردیم، تحقیرش کردیم، ولی دنیا داره میره به این سمت. یک حداقل معیشتی رو دولت میتونه تأمین کنه، ولی بنگاه باید آزاد باشه، مخصوصا بنگاه کوچک و استارتاپ. این باید آزاد باشه. در کشور ما شما مستحضر هستید، شما دیگه در کاملا برای من واضحه که شما کاملا اقتصاد ایران خوب میشناسید. این بساط تأمین اجتماعی میدونید چه فاجعه ای در اقتصاد ایران به وجود آورده، مسئله مالیات چه فاجعه‌ای در اقتصاد ایران به وجود آورده. این دستگاه‌های ناکارا باعث شدن که فشار خیلی شدیدی به بخش‌های کوچک بیاد. ما یکی از معضلات بزرگی که در اقتصاد ایران داریم این هست که بنگاه کوچک رشد نمی‌کنه، بنگاه کوچک بزرگ نمیشه. بله، من باتری موبایلم تموم شد، مجبورم خداحافظی کنم. مرسی سازمندی، من فکر کنم بسیار سپاسگزارم. من راجع به 1401 رو توی صحبتتون کاملا متوجه شدیم. من از آقای دوانی هم تشکر میکنم، خیلی ممنونم از هر دو عزیز. خواهش میکنم، خواهش میکنم. امیدوارم که تونسته باشیم چشمانداز اقتصاد رو، هر چند که حالا از نگاه کارشناس های ما اونقدر هم اقتصاد جذابی نیست برای سال 1401، تونسته باشیم ترسیم کنیم و یکم اون آینه اقتصاد رو برای مردم هم توضیح داده باشیم. اگر صحبتی نیست راجع به مسئله حالا اقتصادی و یا بورس 1401، من از دوستان خدافظی کنم. من هم از تشکر میکنم از جناب دوانی، از سرکار خانم کفادی که خیلی زحمت کشیدن، و از اقتصاد بیدار، از بیدار بورس، این کانالی که زحمت کشیدن و هماهنگ کردن، از همه تشکر میکنم. و هم کلامی با جناب دوانی برای بنده ارزشمند بود و شب خوبی رو برای من ساختید. ممنونم ازتون و فکر میکنم که کسانی هم که به این لایو پیوستن راضی بوده باشن. سپاسگزارم، سال خوبی داشته باشید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. ازتون تشکر کنم. سلامت بشید. عید همه مبارک. خدا نگهدار.